سلام به همراهای خوب فیدار. در این آموزش میخواییم با آپدیت های ایلاستریتور 2022 آشنا بشیم. من مهتاب ترکی هستم، مدرس نرم افزار ایلاستریتور و فوتوشاپ گروه فیدار. با من همراه باشید. اولین چیزی که میخواییم بررسیش کنیم آپدیتی هست که در قسمت ابزارها برامون ایجاد شده. در این قسمت که ابزار هند تول وجود داره، اگر روش یک بار کلیک راست کنیم ابزار روتیت ویو تول رو میبینیم که با کلید میون بار شیفت و اچ هم میتونیم اون رو فعال بکنیم. کافیه که روش کلیک بکنیم و به کمکش آرت بوردمون رو در جهات و زوایایی که میخوایم چرخش بدیم. اگر هم خواستیم آرت بورد و صفحه‌مون رو به حالت قبل برگردونیم، کافیه که کلید اسکیپ رو بزنیم. آپدیت بعدی در قسمت منوی افکت و قسمت 3D هستش که الان تبدیل شده به 3D and Materials. اگر بخواید از 3D که به صورت سابق بود استفاده کنیم، در این قسمت 3D کلاسیک ها هستن که شامل Extrude Revolve و Rotate میشن، که یه سری حالا آپشن دیگه هم اینجا بهش اضافه شده که خیلی خیلی کاربردی هستش. هم میتونیم از اینجا ازشون استفاده بکنیم، همین که میتونیم بیایم از منوی ویندو و از این قسمت پنل 3D and Materials رو فعال بکنیم. برای مثال من میتونم یک صفحه رو اینجا ترسیم بکنم، بهش یک رنگ هم بدم و بعد بیام حالت های مختلفی که داخل این پنل 3D and Materials برام آورده ازشون استفاده کنم. در قسمت آبجکت یه سری حالت های مختلف داریم که حالت اولیش پلان هستش. یک آپدیت بسیار خوبی که داخل ایلاستریتور 2022 ایجاد شده اینه که شما میتونید به راحتی روی خود اون جسمی که ترسیم کردید حرکتش بدید، روتیتش بدید، حتی کوچیک و بزرگش کنید همینجا، در حالی که قبلا باید توی پنجره به صورت پریویون رو تماشا میکردیم. پس بنابراین از این قسمت میتونیم پلان رو مشخص کنیم، از این قسمت روتیشن میتونیم این چرخش ها رو در جهت های مختلف براش انجام بدیم، از قسمت اکسترود میتونیم عمقش رو زیاد یا کم بکنیم. همونطور که میبینید اینجا باز داریم به صورت زنده تغییرات رو مشاهده میکنیم. از قسمت بیول اگر فعالش کنیم یه سری تغییرات رو میتونیم روی کارمون ایجاد بکنیم. از این قسمت حالتهای مختلفی رو برامون قرار داده که میتونیم پهنا، ارتفاع و یک حالت تکرار شونده رو توی کارمون ایجاد بکنیم و یه سری شکلهای جذابی رو ایجاد بکنیم. یه گزینه هم داره که بیول اینسایت هستش که یه همچین حالتی رو برای کارمون ایجاد میکنه. باز برای این همون حالتهای روتیشن رو داریم که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. در این قسمت بالا هم دو تا گزینه دیگه برامون گذاشته که یکیش متریال هست که حالا باش آشنا میشیم و یه گزینه دیگه لایتینگ هستش که تنظیمات نور و سایه رو به صورت خیلی مفصلتر اینجا برامون اضافه کرده که همینطور که مشاهده میکنید میتونیم مثلا شدت نور، اون چرخش نور و یه سری گزینه‌های دیگر رو از این قسمت برای نور و سایه دهیمون اضافه بکنیم و از این قسمت هم میتونیم یه سری سایه رو به کارمون بدیم که حالا سایه‌مون میتونه هم پشت کار بیفته و یا اینکه زیر کار بیفته. برای قسمت ریول میتونیم یک شکل دیگه مثل دایره ترسیم بکنیم و اینکه به کمک دایرکت سلکشن تولمون یکی از نقطه هاش رو انتخاب کنیم و دلیت کنیم تا یک نیم دایره داشته باشیم. ریولف کاریو که انجام میداد این بود که اگر نصف یه شکل رو داشتیم اون رو به صورت شکل کامل به ما نمایش میداد. کافیه که شکلمون رو انتخاب کنیم، از این قسمت ریولف رو بزنیم تا یک کره کامل رو داشته باشیم. حالا از اینجا باز میتونیم مثلا مشخص کنیم که اون چرخشش چقدر باشه، آفستش چقدر باشه، باز اون حالتهای روتیشن رو داریم. و حالا از این قسمت متریال میبینیم که ایلاستریتور متریال های مختلفی رو در اختیار ما گذاشته که در کارهای معماری و شهرسازی به ویژه میتونیم ازشون استفاده بکنیم، که باز برای این متریال هامون هم یه سری تنظیمات مختلف وجود داره که
در پست‌های آینده به صورت پروژه محورتر با همه اینا آشنا میشیم. از این قسمت لایتینگ هم باز میتونیم نور و سایه دهیش رو تنظیم کنیم، همچنین بهش یک سایه هم بدیم. در قسمت 3D تایپ های حالت دیگه که اینفلیت هست رو اضافه کرده که یک حالت باز کردگی رو در شکل ایجاد میکنه که حالا بسته به اون نوع شکلمون میتونه شکل‌های مختلف رو به خودش بگیره، که باز برای اینا هم میتونیم متریال و هم نورش رو تنظیم بکنیم. آپدیت بعدی در قسمت سلیکت سیم هستش که قبلا میتونستیم شکلا و طرحامون رو بر اساس رنگ داخلیشون، اپاسیتیشون، رنگ اسروک یا ضخامت اسروک یا گزینه‌های دیگه بررسی کنیم و انتخاب کنیم، ولی الان آپدیتی که اومده بیشتر برای نوشته ها هستش، مثلا اینکه چه فونتی دارم، مثلا رنگ فونت ها، اسروکش و یه سری گزینه‌های دیگه که در این قسمت مشاهده میکنید. برای مثال الان من این فونت هم رو انتخاب میکنم و از قسمت سلیکت سیم و از قسمت فونت فامیلی میام روش کلیک میکنم، میاد اون نوشته هایی رو که فونت یکسان دارن انتخاب میکنه، یا یعنی که مثلا این یکی نوشته رو انتخاب میکنم، سلیکت رو میزنم سیم و از این قسمت تکست فیل کالر که رنگ داخلی نوشته هست رو انتخاب میکنم و میبینم که این نوشته ها بر اساس رنگ داخلیشون برام انتخاب میشه. پس بنابراین میتونیم به کمک گزینه های مختلفی که برای انتخاب کردن و سلیکت کردن نوشته در این قسمت اضافه شده، انتخاب کردن نوشته هامون رو به راحتی در ایلاستریتور انجام بدیم. آپدیت بعدی در مورد کاهش تعداد نقاط هستش که وقتی که ما یک خطی رو، حالا مثلا یه خط لاینی رو ترسیم میکنیم، بهش یک رنگی هم میدیم، ضخامتش هم بیشتر میکنیم، از این قسمت هم میام یه طرح بهش میدیم و بعدش انتخابش میکنیم، از منوی آبجکت و اکسپند رو میزنیم. حالا اگر زومش کنم میبینیم که یه سری نقطه و انکر رو روش داره نشون میده. در ورژن قبلی اگر این کار رو میکردیم تعداد نقاط بیشتری رو روی شکل میدیدیم، ولی خب در این ورژن اومده این نقاط رو کاهش داده که این خودش یک حسن محسوب میشه و شما میتونید به راحتی هم این نقطه ها رو جابجا کنید و شکلتون رو با نقاط کمتری داشته باشید. خب اینم از آپدیت ایلاستریتور 2022. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.